خدا رحیم لطفی هستم در خدمت شما این با آموزش سی شارپ تو این قسمت در مورد نال نالیبل بودن وریبل ها صحبت میکنیم زمانی که شما یک متغیری دارید که ممکن هست مثلا نال رو بهش اسای کنید یا یک مقداری از کاربر میخواید بگیرید کاربر ممکنه برای اون پارامتر نال بفرسته اونا رو ما چه بتونیم هندل خب دقیقاً فرمایید من یه باتن میذارم رو فرمم تغییر دارم از نوع اینت میگم که اینت ای مساوی است با نال که این نمیشه این کار رو انجام داد چرا چون اینت یک عدد صحیح هستش اما این نال یه مقداری خارج از اون دومینی هستش که این متقید میتونه اون مقادیر رو بگیره میام چی کار میکنم میگم این رو نالیبل کن علامت سوال رو میذارم میگم این متقیره این تستش تمام رفتارش اما نال رو میتونه بپذیره بعد برای این حالا بفهمم مقداری داره یا نه میتونم این رو با یه حالا نال مقایسه کنم با دستور شرطی نال یا اینکه حالا میتونم با ایداد این کار رو انجام بدم یه مقدار بولین برمیگردونه که نشون میده این مقدار داره یا نه من یه مسیج میکنم این رو که رو فرمون ببینه میگم داد تو سرین چون بولین هستش دوتا مقدار داره من تو سرینگش هم کردم بقدر فرمایید فالس الان مقدار نداره من اگه بگم این مساوی است با مثلا 100 یه مقدار بهش بدم میگه True. خب الان مقدار گرفت در نتیجه برای اینکه مقدار رو چک کنیم میتونیم از حالا اون پروپرتی هز ولیو استفاده کنیم یه مورد دیگه ای که ما معمولا تو این نال بله ها به مشکل برمی‌خوریم احساس کنید شما یه متغیر بی دارید میخواد این A ای رو داخلش قرار ده. اما از اونجایی که این A ای نالیبله اما این B نالیبل نیست نمیتونید این کار رو انجام بدید از دو تا علامت سوال میتونید این کار رو انجام بدید دو تا علامت سوال به این معنی است که اگه این نال بود صفر رو داخلش قرار بده پس اگه بخوایم بگیم این B در که متغیر این هستش که این نالیبله پس دو تا علامت سوال به این معنی که این حالا ولی که داریم اگه نال بود مقدار صفر رو برمیگرد حالا شاید تو سین تکس تو درس بعدی این از دو تا علامت رو دیدید یا این علامت معنیش این هست